بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین. صلواتی هدیه بفرمید. اللهم صل علی عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی. صلوات دیگری محبت کنید. بحث ما هفته گذشته حول خطبه 137 که قبلا چند بار عرض کردیم محضر عزیزان که شماره خطبه ها در نهج البلاغه همه چاپ ها یک شکل نیست، چون نسخه های متعدد از نهج البلاغه هست. حالا اگر نسخه چاپی خوبی هم به دست ما برسه که درست تصحیح شده باشه، چون از روی نسخ متعدده اینها نوشته شدن و تا به حال یک تصحیح جامع از نهج البلاغه متاسفانه در دسترس نیست، که حالا اون یه دردیست که یه وقتی یه جایی باید را اهلش گفته بشه. خطبه ها معمولاً و حکمت ها شماره هاشون متفاوته، در نامه ها کمتر اختلاف است. وقتی میگیم 137 یعنی شما تا 7-8 تا پس و پیشش رو ببینید معمولا پیدا میشه. خطبه ای که هفته گذشته خونده شد اینطور شروع کرد حضرت که لم یسر احدون قبلی الى دعوت حق و صلت رحمن و عائدت کرمن فسم او قولی و او منطقی. پس فرمود که خب گوش به حرف بدید. اینو در شورای 6 نفره فرمود. بعدم فرمود این کار رو نکنید میبینم که شمشیرها از خلاف بیرون میاد و گردنها زده میشه و امنیتی هم براتون به وجود نمیاد و همش هم به درد سر میفتید. دارم میبینم تون تلها فیه سیوف، شمشیرها بیرون کشیده میشه برای قتل. تو خان و فیه الاهود، پیمانها شکسته میشه. حتی یکون بعضکم ائمه لاهل الضلاله، یدتون میشید امامان اهل ضلالت. یدم میشید و شیعه لاهل الجهاله. خطبه بعدی که در همین رابطه است در نهج البلاغه که الان دست منه شمارش 72 اونم همین حوالی پیدا میکنید. خیلی هم کوتاهه. این که خیلی کوتاه علتش این نیست که حضرت مثلا وسط شورای 6 نفره یه خطی صحبت کرده. خطبه ها معمولا دیگه 2-3 صفحه به بالا بوده، منتها علل مختلفی باعث شده که کوتاه بشه. یکیش همین کاریست که ما این روزا میکنیم که همه چیز رو سعی میکنیم فست فودی و مختصر کنیم. سید هم معمولا خطبه ها رو تلخیص و مختصر میکرده، کوتاه میکرده، گلچین میکرده. خیلی هم قبل از سید این کار رو میکردن. تمام این روایات و کوتاهی که میبینید هیچ کدوم اینجوری نیست که از امام یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مثلا یه جمله پیغمبر حرف زده باشه کلا. اینا گزاره هاییست که قاب بندیش با پس و پیشش رو بریدن رو راویان انجام داده. معمولا راوی اول، یعنی اونی که مباشرتاً میشنیده، اما خیلی وقتا اون کامل نقل کرده بعدی مختصر کرد. تا مثلا در یکی از مباحثی که در علوم حدیث مطرحه، تقطیعاتی که مرحوم شیخ الرعاملی رحمت الله علیه که خب ماله تقریبا 10 قرن بعد از پیغمبر اکرم هست، در وسائل شیعه انجام داده.
یعنی موضع حاجت رو توی یه باب یه موضوع نوشته، پس و پیشش رو حذف کرد. این حذف پس و پیش خیلی وقتا در معنا دخالت داره. برای همین یه دغدغه ای داشتن بعضی بزرگان زمان مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، یه کتابی به اسم جامع و احادیث شیعه میخواستن بنویسن که بعد از ایشون کاملش منتشر شد، چند مجلد زمان ایشون چاپ شد، سعی کرده بودن تا میتونن از این تختی ها و تلخیص ها نداشته باشن. این خطبه خیلی کوتاهه، ولی به قول ابن ابوالحدید و دیگران مال این خطبه طولانی تره که حالا اشاره میکنه. متن خطبه اینه، یه وقتی عزمشون جزم شد برای بیعت با عثمان، امیرالمومنین اینطوری فرمود، یعنی اول اگر حضرت شرکت نمی کرد می گفتن که خب خودش هم می دونه که شایستگی این جایگاه نداره، اصلا خودش دنبالش نبوده. ظلم هایی که به اهل بیت علیهم صلوات الله شده در طول تاریخ خیلی متعدد و مختلفه. مثلا چون زین العابدین صلوات الله علیه شرایط دخالت سیاسی جدیش وجود نداشته و حضرت کنار میکشیده، این یه چماقی شده برای اینکه بزنن به سر مکتب سیدالشهدا و یا بعضی از رفتارهای امیرالمومنین، نه اینی که زین العابدین صلوات الله علیه بهانه داده ها. اینا سوء استفاده کردن به این عنوان که مثلا زین العابدین علیه السلام شأنش اجل از این بوده که بخواهد اصلا به تنازع در ملک و حکومت بپردازه، او درگیر با خدا و عبادت و اینا بوده. یعنی انقدر اصلا سطح سیاست مداری و سیاست مسلمین و حاکمیت بر مسلمانان انقدر خاک بر سر شده که اگر یکی اهل عبادت و اینا هست اصلا شأنش اجل از این که بخواد در این امور دخالت کنه. قبلا هم عرض کردم و از این جهت اگر کسی تحقیق کنه تقریبا میشه با قاطعیت گفت محبوب ترین امام شیعه حضرت سجاده، ولی نه از جهت خوبی های زین العابدین، از این جهت که حضرت سجاد در سیاست دخالت نمی کرده، از این جهت محبوب شد. یه چیزی اینجا میخوام بگم و رد بشم، حتی در بین رفقای ما که در علوم اسلامی سر و کله میزنن صبح تا شب فراوان این اتفاق خطرناک و اشتباه میفته که ما گاهی نمیدونیم در چه فضایی یک عبارت صادر میشه، یک گزاره گفته میشه. نمونه های فراوانی قبلا همینجا هم عرض کردم. این که یه نفر مدح اهل بیت میکنه، زود ما دست و پامون رو گم میکنیم، خوشحال میشیم، یه جهتش خب اینه که ما دوست داریم ائمه ما رو هم دیگران دوست داشته باشن، هدایت بشن، ولی این باعث میشه که دچار جنگ روایت بشیم، دچار نفوذ بشیم. فراوان هزاران هزار بار رخ داده این، از جمله همین موارد. مثال محبوبیت حضرت علی اکبر نزد معاویه رو قبلا شاید همینجا گفتیم. معاویه‌ای که به امام حسین میگه من از بابای تو افضلم و یزید از تو افضله، کسی که اینقدر بی‌شرمه چرا باید بگه علی اکبر احق به خلافت آخه؟ یعنی علی اکبر افضل از سیدالشهدا بوده، بعد حالا احق به خلافته، خب چرا ولایت عهدی رو ندی به علی اکبر؟ اینا بازیگریه. برای اینکه علی اکبر از جهت مادر نسبی سمت بنی امیه داره، این هم چیز عجیبی نیست. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. ممکنه در یه خانواده کثیفی و یک نفر خدا یخرج الحی من المیت، نوری از ظلمت بیاد، برای اینکه بعدن قیامت بنی امیه نگن آقا اصلا ما رو یه مشت درب داغونه خلاصه بین یه مشت
حرامی و مهار دیگه، پس چرا احکام و فلان دادی دیگه؟ از اول خدا میخواست ما رو ببره وسط جهنم. نه اینطور نیست. میشه مادر علی اکبر سلام الله علیه ها هم بین اینا باشه، میشه آسیه همسر فرعون باشه، همسر طاغوت اکبر باشه، ولی در قیامت بشه همسر رسول الله. از اون طرفم میشه کسی فرزند امام یا پیغمبر باشه ولی سقوط کنه. چیز عجیبی نیست. اما اینی که معاویه بیاد تعریف کنه، مدح کنه، این به خاطر اینکه بخواد اقرار کنه. اگر معاویه اهل اقرار بود دیگه امیرالمؤمنین رو نباید انکار میکرد. او منکر فضائل امیرالمؤمنینه دیگه. علی اکبر سلام الله علیه که قابل قیاس با امیرالمؤمنین نیست. این مدهایی که گفته میشه، بسیاری از اونها به خاطر زمینه خرابی که در تبیین دین اتفاق افتاده، عمده مدهایی که غیر شیعیان از اهل بیت کردن عمدتاً توش تنقیصه. دقت کنید چه عرض میکنم. یا مستقیم تنقیص همون امامه، یا تنقیص یه بزرگوار دیگری است در قالب مدح یک شخص دیگری. اینو در فاطمی عرض کردیم که وقتی میخوان اخلاق صدیقه طاهره رو بگن که صبور بود و شکور بود، میگن امیرالمومنین بد اخلاق بود، فاطمه زهرا در مثلا برخوردهای بد اخلاقی امیرالمومنین صبر میکرد، فاطمه زهرا دختر پیغمبر با فضیلته. یعنی میخواد مدح حضرت زهرا کنه، داره تنقیص امیرالمومنین میکنه. یا به انواع مختلف، پیغمبر دخترش رو دوست داشت ولی علی ابن ابی طالب نعوذ بالله نستجیر بالله، یه چیزی بگم که اسم ابن تیمیه میاد تنتون بلرزه، میگه بله امیرالمومنین چشمش دنبال یه دختر از دختران ابو جهل بود، فاطمه زهرا آمد اعتراض کرد پیش پیغمبر که انقدر شما هیچی نمیگی و صبوری، دیگه کار به اینجا رسیده که پیغمبرم رفت بالا منبر و داد بیداد کرد و امیرالمومنینم گفت نه ولش کن یا رسول الله. تا اینجاشو خیلی ها نوشتن، ولی ابن حجر یه گزارشی از ابن تیمیه کرده که نشون میده ابن تیمیه خیلی بعیده که پاکزاده باشه. ابن حجر میگه که ابن تیمیه رو به ناسبیگری، ابن حجر شیخ الاسلام اهل سنت شیعه نیست، میگه علمای ما ابن تیمیه رو به ناسبیگری متهم کردن. دو سه جا این رو میگه. یکی از این موضوعات اینه که علی ابن ابی طالب تا لحظه ای که از دنیا رفت هوای اون دختر ابو جهل از سرش نرفته بود، نعوذ بالله. ظاهرش مدح فاطمه زهراست و دفاع پیغمبر از اون، ولی ظاهر و باطنش از جهت دیگه جسارت به امیرالمومنین. لذا اهلش کتاب فضائل اهل بیت و از مکاتب دیگه اگر بخونن خیلی با احتیاط میخونن، یا عمدن یا به خاطر خلأ معرفتی که خبر نداشتن چی بوده، مطالبی که به دستشون رسیده کج و کول نقل شده. این که امیرالمومنین سلام الله علیه الان که بازار کتاب راجب عرفات داغه و خوب خرید و فروش میشه، در بین این کتبی که فضائل مرحوم آیت الله بهجت رو مثلا نوشته فراوان دروغ توش هست، حالا یا از روی محبت یا از روی جهل یا برای اینکه کتاب فروش بره. اینی که یه مطلبی واقعا خاطره‌ای واقعا برای یک عالمی باشه، وای به حال امامی، این کلی کار داره. خدا حفظ کنه از آیت الله شبیری زنجانی رو که مثلش نداریم متاسفانه، خدایش الله امثالش رو زیاد کنه.
ایشون اگر بخواد یه خاطره از یه عالمی نقل کنه، مثلا میگه از فلان عالم در فلان مجلس 32 سال پیش مثلا روز عید قدیر 1400 و مثلا 11 الان 1442 دوشنبه‌ای بود مثلا در مسجد نشسته بودیم با فلانی و فلانی، ایشون از استادش نقل کرد که در سال فلان روز فلان اینطور دقیق میگه. این حدیث اینطوری نیست که. بسیاری از عقاید ما رو الان روی منبرها خواب و خاطره هایی از علما عقیده برای ما ساخته که خود اون عالم رو بیارن تو گور بیرون، میگه من نمیدونم بشم کی داری درف میزنید. یا مثلا فرض بفرمایید گاهی به بعضی چیزها وزن اخلاقی داده میشه در حالی که این معلوم نیست اصل و نسب داشته باشه. خلاصه آقا بسیاری از افکار ما رو چیزهایی میسازه که اگه بعدن بشینیم فکر کنیم معلوم نیست از کجا آمد. خب امیرالمومنین وقتی شورای شش نفره شد تلاشش رو کرد برای اینکه عثمان رأی نیاره تو اون شش نفر. دیروز در مجلس قدیر توضیح دادیم که خلیفه دوم دید اگر بخواد به امت واگذار کنه امیرالمومنین رأی میاره، مهندسی آرا کرد. جامعه هم از اون نمیپذیرفت که خودش یه نفر رو تعیین کنه، یه شش نفری مشخص کرد که خب نتیجهش از قبل معلوم بود. امیرالمومنین در اون چیزی که هفته پیش خوندیم تحذیر کرد که همینو خواهید کشتا، به عنوان ائمه ضلال اینو خواهید کشتا. ولی خب فشار آمد و رأی آورد تو این شش نفر. کمیسیونی که از پیش همه چیز مشخص بود او رأی آورد. وقتی عزم کردن بر این که بر او بیعت کنن امیرالمومنین چند تا جمله فرموده که ابن ابوالحدید و دیگران میگن که این ادامه داره. اون مقدماتو برای این گفتم چون اینجا امیرالمومنین اعتراض کرده خب محبوبیتش کم شده، چون از زین العابدین سلام الله علیه چون توی شرایط دیگری بوده، جهات دیگری داشته خدمات حضرت، کمتر اعتراض ثبت شده، زین العابدین محبوب تره. هر امام ما که از او کمتر مطالبی در مکتب اهل بیت به دست سایر فرق رسیده باشه او محبوب تره، اگر بیشتر رسیده باشه نعوذ بالله منفور تره. و هیچ ابایی هم ندارن از اینکه هر جسارتی ولو کذاب نستجیر بالله نسبت بدن، حتی تا صدها سال بعد. دیگه من نمیخوام این موضوع رو بازش کنم، این رو برای این دارم عرض میکنم که گاهی بین رفقای هم لباس خودم میبینم که میگن آقا این بحثا رو که دارید میکنین وهابیت را از بقیه جدا کنید، خیال میکنن مثلا فقط وهابیت از این حرفا میزنن، توجه نمیکنن که ما نمیگیم که با عالم دعوا کنید، ما با کفار هم تا با ما جنگ دارن نمیگیم دعوا کنید، وای به حال مسلمینی که قشیه نیستن، ما کسی جنگ نداریم اصلا. بنده خودم عرض میکنم، اما اینی که ابلهانه آدم نفهمه که طرف این کلماتو برای چه منظوری استفاده میکنه، مثلا یه برادر عزیز خیلی باصفایی که میخواست من نهی از منکر کنه یه کلیپ برای من گذاشت، گفت اینو دیدی؟ گفتم بله. که توش یه عالمی از برادران مسلمان غیر شیعه میگه اصلا مولا به معنای دوست نیست، که اینجا پیغمبر خواسته ولی مشخص کنه. گفت ببین چرا اینا رو ابن تیمیه و ابن حج اینا رو چرا میگی؟ گفتم ببین دو تا نکته هست، یکی این که شما با عوام سر و کار داری، در دهات ها میری خدمت جهادی کنی، واقعا خب اون بنده های خدا هیچی نمیدونن، خب
وقتی هیچی نمیدونن شما برچی بری تحریکش کنی؟ من هم جای تو باشم میرم اونجا بیل میزنم، خدمت میکنم، محبت میکنم، شاید محبت مکتب اهل بیت، دوستان اهل بیت در دل او رسوخ کرد. اگر دوست داشت کسی رو هم نه فشار بهش میاریم، نه حتی حوصله شنیدن داره باش حرف میزنیم در این امور، میریم خدمت میکنیم. آب ندارن، میریم لوله کشی آب میکنیم. سیل اومده، میریم خدمت میکنیم. اما اون چیزی که در عوام هست و شما خیال نکن در حوزه‌های علمی اونا هم هست، اولا. ثانیا به گزاف نگو چهار تا مثل ابن تیمیه. یا مثلا به اسم این که صوفیان، صوفیا عشق اهل بیت دارن، اکثریت برادران اهل سنت صوفیان، پس همه محبن. من به اون برادر عزیز عرض کردم من برات چند تا جمله از صوفیه میگم که اگر کسی غیرت داشته باشه نمیتونه روپاش بند بشه از شدت جسارت به امیرالمومنین. بله، در میان صوفیان محبت به امیرالمومنین بیش از غیر صوفیانه، اما که خیال کنی صوفی حتما فقط فضیلت میگه، این خبران نیست. یه جا فضیلت میگه، یه جا از فحش بدتر. اگر شما نرفتی در یه دهی دیدی این حرف رو نمیزنن، که علامت این نیست که نویسندگان نمیگن. گفت خب تو سرت تو کتاب هاست و با علمای اینها سر کار داری. گفتم خب یه مکتب رو باید از عالمانش فهمید دیگه. مثلا شما بری توی یه دهی بگی که مکتب تشیع چیست، یا عالمه ممکنه خرافات هم داشته باشن ها، اونا رو به نسبت میدید به مکتب، یا میگید بعد بریم از علمای حوزه بپرسیم شیعه یعنی چه. مسیر برعکسه. اولا، ثانیا باید شما به قول امروزیات توی کانتکستش، توی پارادایمش الفاظ و عبارات رو بفهمید. همون بزرگواری که شیعه نیست میگه قدیر به معنای مولا هست، همون هم قائل به قدیر به معنای من و شما نیست. عیبی نداره، ما نمیخوایم زوری همه رو مثل خودمون بکنیم. هر کسی باید تو قیامت برای خودش حجت داشته باشه، اما زود دست و پامون رو گم نکنیم که یه کلیپ هم پیدا کردم یه چیزی گفته. خب آقا او تو این کلیپ چی گفته؟ گفته مولا به معنای ولیه، نه به معنای دوست. خب باید ازش بپرسی منظور شما اینه که یعنی مولا به معنای خلیفه بلا فصله یا نه؟ اون وقت به شما میگه که یا نه، پاسخش منفیه. او فکر میکنه منظور از حدیث قدیر ولایت تکوینی حضرت امیره، و چون صوفیه میگه مولای ما امیرالمومنینه، اما دینش رو، عقائدش رو و احکامش رو از همون سقیفه گرفته. منتها میگه امیرالمومنین قطب ما صوفیه هست، شیخ طریقته، پیغمبرم فرموده مولاست، ولیه. دقت فرمودی؟ گفتم آشیخ اینه میخوای تو صفت منتشر کنی، منتشر کن. الحمدلله که اینقدرم این برادر اومده به ما فکرش نزدیک شده، خدا رو شکر. خدا فکر همه مسلمان ها رو هم نزدیک کنه، اما هم دست و پاتو گم نکن، هم بفهم که چی داره میگه. عطار در مصیبت نامه 120 بیت در ولایت تکوینی امیرالمومنین ابیاتی داره که شما در میان شیعیان نمیبینید. ابن ابوالحدیدی که جا به جا در کتاب شرح خودش، حالا رو هر جای جهتی بوده، علمش بوده، شرایط زمانش بوده، که میگه مثلا سیاست مداری عمر از علی افضل بود گرچه علی اعلم بود، وقتی میخواد شعر بگه در شعرش به امیرالمومنین عرض میکنه که و الیک فی یوم المعاد حسابنا، روز معاد حساب ما با توه. خب بله، یعنی این حرف خوبیه که زده، اما
او تو معنای ولایت باطنی این رو پذیرفته، وگرنه پاش بیفته افضلیت مطلق امیرالمومنین قبول نداره. خب شیخ تو چقدر انحصار طلبی، میخوای همه مثل تو فکر کنن؟ نه، من میگم بی جهت حواسمون پرت نشه که به طرف چیزی نسبت بدیم که نمیخواد بگه. زودی دست و پامون رو گم نکنیم اولا. ثانیا کسی که نسخه از یه پزشک بگیره، بعد از یه رمالم خلاصه چهار تا گزاره بگیره، از یه علفی هم بره یه مش علف بگیره، بعد اینا رو با هم قاطی پاتی کنه، میشه نتیجهش رفیق ما که میگه من با ریه 15% رفتم، اگر زود رفته بودم پزشکی چی نمیشد، تا کما رفتم ریه 85% درگیر شد رفتم و دو بار من احیا کردن. آقا کسی که التقاط داشته باشه یعنی قاطی داشته باشه، نسخه داره، ولی دو تا چیز دیگه هم به اسم نسخه قاطی کار لاکار زده رفته، یه چیز دیگه میشه، نجات بخشیش آسیب میخوره. اینی که من میگم نجات بخشیش آسیب میخوره، منظورم این نیست که هر کسی که غیر شیعه هست، حتی بنده میگم بت پرست، اگر تحقیق کرده، تلاش کرد، دلش میخواسته در این دنیا خدا رو بپرسته، به یه بوتی رسیده، تلاشش هم کرده به نتیجه نرسیده، این قیامت عذر داره، خدا اینو جهنم نمیبره. اما اون چیزی که خطر داره اینه که یه شیخ شیعه‌ای به عنوان اینکه به 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 این بت پرست که اینجا مال یه جمله راجع به امیرالمومنین گفته، به 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 این برادر غیر شیعه که اینجا یه چیزی گفته، به 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 اون برادر مسیحی که اونجا یه چیزی گفته، بگه ما حرف هامون با هم فرق نداره. این یکی از بزرگترین خیانت هایی است که امروز بسیاری از عزیزان هم لباس من ناخواسته دارن انجام میدن. بعضی از سازمان های دولتی با بودجه بیت المال دارن این کار رو میکنن. کتاب راجع به قدیر چاپ کردن، قدیر از نگاه امام خمینی. آقا کسی که رهبر یک کشوره وقتی داره حرف میزنه با محقق یه رشته فرق میکنه، او در تفصیلات وارد نمیشه که. با این حال بعضی از جملاتش رو هم حذف میکنن، عده‌ای خیال میکنن مردم رو در جهل نگه دارن مسئله قدیر حل میشه. نه آقا، ما قائلیم تمام این مردم عالمین 7-8 میلیارد مسلمان و غیر مسلمان، اولا اگر ما عرضه داشتیم درست حقایق رو بیان کنیم بسیاری حقیقت رو میپذیرفتن. ثانیا دلها به دست خداست نه به دست من و شما. اینی هم که خیال کنیم گفتن این حرفها جنگ درست میکنه، که حالا عرض میکنه گفتش که آقا از 300 سال پیش که این مباحث شیعه و سنی داغ شده، این برادر از دوستان منه، عزیز منه، از 300 سال پیش که این بحثا داغ شده جنگای شیعه و سنی همه جا رو برداشت. گفتم چرا؟ در جمع چند نفر از علما اخیراً ما یه گفتگویی کردیم، دارم از او یه گزارشی میدم، مخلص همشون هم هستن مگه شنیدن. گفتم چرا عزیزم بچه؟ میگی 300 سال اخیر. 300 و کجا آوردی دقیقاً؟ منظور 300 یعنی کی؟ الان 1442 یعنی از 1142 به این ور. گفتم حالا همینجوری گفتم. گفتم خب مشکلی نیگه همه رو همینجوری میگیم. وقتی حکومت قوی شده طرف مقابل احساس ترس کرده، شدت عمل به خرج داده، به ما فشار آورده، شما انرژی هسته‌ای دارید و فلان، اونا شما رو تهدید تحریم میکنن و بهمان ها. با کتاب علامه امینی شما الان تحریم شدین، با ابقات میرانوسین که هنوز چاپ نشده الان شما مثلا ویزا بعضی کشور رو بهتون نمیدن. دعوای شیعه و سنی اگر در جهان اسلام امروز جدیه،
چون حکومتش یه قدرت نظامیش قویه، چون کل اعراب 6 روز جلو اسرائیل بیشتر از زورشون نرسید. یه غزه همین اخیراً دوباره دیدید سر موشک پراکنی اسرائیل عقب نشست. خب دعوا جدیه، اونا هم فشارشون بر ما حد اکثریه. اصلا فعلا اولا کار ندارم درسته یا غلطه، طبعا بنده طرفدار مدافعان حرمم، فرض کنید کسی مخالف اینم باشه، فرقی در اصل واقعه نمی کنه. دعوا کی جدی شده؟ تاریخ رو بررسی کنید، یه بار تو صفویه که یه کشور شد مذهب رسمی شیعه حقی اسلام شریعه، اونا نتونستن، ازبکا از اون طرف، عثمانی ها از اون طرف حمله کردن، دعوا شد. حالا کی مقصر بود کی نبود بحث تاریخیه، یکشم الانه. وقتی شما، من یادمه یکی از مسئولین ارشد کشور با 75% سوریه رفته و انقلیب سوریه رفته، این مال 7-8 سال 9 سال پیش، ایشون از مسئولین ارشد کشور گفت تمام شو. امروز شما میبینید مسئولین ارشد کشورهای دیگه میرن سوریه با رئیس جمهورش دیدار میکنن، یعنی پذیرفتن این آقا سر جاشه و واضح هم هست که بشار اسد و بابای بشار اسد و خانواده بشار اسد و ایل بشار اسد زور نداشتن سوریه رو نگه دارن. خیلی روشن، عراق هم داشت میرفت، اینا رفتن اونجا رو نگه داشتن. اون دورتر یمن هم داشت میرفت، باز اینا رزمندگان بدون مرز رفتن نگه داشتن. چطور حاج قاسم سلیمانی شده دایره دار وحدت؟ بعد ما 4 جمله بگیم ما میشیم اختلاف افکن؟ آخه انصاف هم خوب چیزیه. جنگ های در سوریه، در عراق با داعش و النصره، تو یمن با سعودی، اینا برای ابقات و القدیر و ایناست که ما بهش مشغولیم؟ آخه انصافم خوب چیزیه. ابقات و القدیر ارزه این میزان استبصارم البته ندارن. استبصار یعنی چی؟ یعنی کسی بیاد شیعه بشه. کتاب و مباحث علمی خیلی لازمه، اقلش اینه که دلهای شیعیان گرم بشه که ما حرف گزاف نداریم، استدلال داریم، این اصلشه. اول اصلا هدف ما اینه که شیعیان در عقیده خودشون راسخ باشن، از هر جایی که میاد یه چنگی میزنه اینا دلشون خالی نشه. حالا اگرم کسی دستش رسید و فهمید و پذیرفت و دوست داشت، قدمش سر چشم، زوری کسی رو نمیاره. بارها شده دانشجوی غیر شیعه به من مراجعه کرده، من میخوام شیعه بشم. گفتم باید بری تحقیق کنی، شیعه یه دوزاری، فردا بخوای برگردی به درد ما نمیخوره، انقدر برو تحقیق کن که بتونی قسم بر روح رسول الله بخوری که حق با مکتب ماست، بعد بیا. من نمیخوام بیام، به درد نمیخوره الکی بیای فردا پشی بری. اما ابقات و القدیر و کاشانی و بالاتر از کاشانی که نمیتونسته بره در مثلا نیجریه 10-15 میلیون شیعه درست کنه. اینا به برکت جمهوری اسلامی، به برکت حکومت اسلامی. ما یه جای مفصل توضیح دادیم حکومت اسلامی، یا بالاترش رو بگو حکومت ها دین سازن. هر جایی که کلونی مذهبی هست ریشهش یک حکومته. حالا اون مذهب حق باشه یا باطل فرق نمی کنه، قدرت حکومته که تدین یک جمع درست میکنه. برای اینکه قانون کشور بر اساس فقه حنفی باشه، مردم باید فقه حنفی یاد بگیرن، چون تو دادگاه لازم دارن، به مرور حنفی میشن و یه پروسه طولانی مدته، چند نسل باید بگذر. اگر صفویه نبود امروز اکثریت ایران شیعه نبود قطعا. حالا شیخ شیعه حقه یا نه؟ بله حقه، ولی مگه حقه حتما باید پیروز باشه، اکثریت باشه دیگه؟ حق تر از خود حق، حقیقت حق، حق حقیق امیرالمومنین که نبود، به خونش حمله کردن شکست خورد دیگه. یعنی اونی که پیروزه که همیشه حق نداره. اینی که من عرض میکنم اگر صفویه نبود ایران شیعه نبود، نه اینکه تشیع حق نیست، تشیع حق هست،
همه تاریخ حق بوده، ولی حکومت صفویه باعث شد توسعه پیدا کنه. جمهوری اسلامی باعث شد در اندونزی، مالزی بگردید، خیلی کشورها ریشه تشیع اصلا نبوده تا قبل انقلاب، بعد شیعه شدن. اینا رو نه ابقات شیعه کرده نه علامه امینی. هم افتخار تشیعش مال حکومته، هم دردسرای اختلافاتش برای حکومته. اختلافات هم لزوماً ما درست نکردیم، اونا تحمل حضور ما رو ندارن. این یه بحث مفصله که میشه روش بحث کرد. بعد حالا عزیزمون میگه که 300 سال اخیر، 300 سال از کجا دقیقاً آوردیم؟ گاهی این حرفایی که شلوول بی مبناست، متاسفانه محور تصمیم گیری بعضی از مسئولین ما هم میشه برای بعضی کارا. الان اگر من بیام بگم در هیئت که چی حقه چی باطله، میگن تو داری اختلاف افکنی میکنی. امام رحمت الله علیه رسانه‌ای فرمود آقا ولایت امیرالمومنین آن چیزی است که اگر با تمام آداب شیعیش نماز بخونی بدون عقیده به ولایت، این نماز باطل است. با آداب شیعیش هم بخونی. حالا جرأت ندارن بگن امام ضد وحدته. همه دعوای جهان اسلام و کاری که شهید سلیمانی کرده انتقامش رو میخوان از ما بگیرن. هی باید توضیح بدیم آقا ما دنبال دعوا نیستیم. شما کدوم مکتب فکر رو پیدا میکنی که محقق اون مکتب، یا بچه محقق اون مکتب، یا طلبه کوچک، حالا اسم محقق نذاریم، از محققینش تا بچه هاش، راجب اون مکتب که دارن حرف میزنن از تمامیتش دفاع میکنن، سعی میکنن دفاع عقلانی کنن، تبیین کنن. این چه ربطی به قتل و غارت ها داره؟ اگر بنابراین بود دفاع از مکتب خلاف باشه، اونم دفاع عقلایی، دفاع منطقی، دفاع مؤدبانه، اول اختلاف افکن در کل تاریخ امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و اهل بیت. حضرت می‌فرماد وقتی بر بیعت با عثمان عزم جزم شد، فرمود لقد علمتم انی احق بها من غیریش، من شایستم، اینا نیستن. چرا فرمودی؟ خبر نداری مثل این که اگر این روایات، که اگر این روایات رو جمع کنید شما مجلدات میشه. خب اینه کی گفته؟ اینه رو کی گفت؟ فرمود لقد علمتم انی احق به ها من غیری، من شایستم، غیر من شایستگی نداره. میگن این کارو همیشه پزشک میدی چی میگه؟ میگه این کارو بکن، این کارم نکن دیگه. بگی آقا آی دکتر سلوی صحبت نکن، فقط چه کارهایی بکن و بگو. به قولم گفت چی بخورم چی نخورم و ولش کن، چی بخورم خوب شم. یه وقتا میگه یه چیزایی نباید بخوری. اینجا داره سلبی صحبت میکنه دیگه، خیلی روشنه. من شایستم، اینم شایسته نیست. اگر امروز بود امیرالمومنین متهم میشد به وحدت شکنی و خونریزی. بابا داره حرف میزنه دیگه. بس فرمود و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین. بس باشه بیش از این نگم. اینم یه سیره از حضرت بگم و بحث رو جمع کنیم. والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین. تا وقتی که مسلمونا فریادشون بلند نشده، جیغشون در نیومده، ابراز ناراحتی نمی کنن،
شما رو هم اگر انتخاب کنن من با شما درگیر نمیشم. نمیگم غلط نیستا، لقد علمتم انی احق به هامن، من حقم، اینم حق نیست، ولی میرم دعوا میکنم، یقه کشی میکنم، جنگ میکنم. نه خیر، مادام این که مردم اعتراض ندارن منم درگیر نمیشم. نه حق معلوم نی، حق معلومه، ولی وقتی مردم اعتراض کنن وقت منم همراه میشم. یعنی اگر عموم مردم راضی بودن با اینکه غلطه، من به اندازه‌ای که بفهمن چی درسته چی غلطه میگم، در بیان کم نمیذارم که راه گم بشه، ولی عملی انجام نمیده. اما اگه مردم ناراضی شدن، مردم ناراضی شدن، خلیفه سوم را کشتن، امیرالمومنین نمیتونست همه قاتلان را مجازات کند اگرم میخواست، چون روشن نبودن دیگه، یه عده ریختن تو خونه، ولی بعضیا بودن افتخار میکردن که ما هم ضربه زدیم، اینا رو هم مجازات نکرد. از ره میتونست اینا رو مجازات کنه دیگه، درسته؟ یه نفری آقا میگن تو کوچه آتمی ریختن، خدای نکرده نعوذ بالله، 20 نفر ریختن سر یه نفر، زدن چاقو زدن رفتن، از دنیا رفت طرف. ما هم نمیدونیم 20 تا کیان، ولی 3 تاشو میدونیم. این 3 تا رو باید حالا اعدام اگر نخواهیم بکنیم مجازات باید کرد یا نه؟ اینا رو باید مجازات کرد. امیرالمومنین میتونست اون کسانی که اعلام کردن ما کشتیم ولو همه قتله اینا نبودن، اینا رو میتونست محاکمه کنه؟ نکرد. والله لأسلمن نما سلمت امور المسلمین، تا وقتی مسلمین همراه باشن با این حکومت من حرفی نمیزن، عملی نمی کنم. حرف میزنم که حق روشن بشه، ولی عملی انجام نمیده. مردم اگر اعلام نارضایتی کنن منم عملا ممکنه ورود کنم، چون امام دست و پا نمیزنه برای اینکه به حکومت برسه. سید الشهدا با ناموسش الان راه افتادن، نزدیکن کم کم دیگه به سمت کربلا. البته من روزه نمیخوام الان بخونم، ولی وقتی رسید به سپاه ها اون نمیخواد برمیگردن. حرفمو میزنه، در حرف دیگه حرفمو میزنه، این حرف نزنم که اصلا هیچی معلوم نمیشه. فرمود علل اسلام سلام از ولیت الامت و براعن مثل یزید، سلام بر اسلام، یعنی خدا حافظ که یزید آمد. حرکت هم کرد چون مردم حرکت کردن، بعد بودن مردم پا پس کشیدن، فهمون میخواد منم بر میگردن. تا وقتی مردم نخوان من عملی نمی کنم، اما حرف رو میزنم چون حق باید معلوم بشه. ما هم آقا توی این امور داریم حرف میزنیم، ما که جای اقدام عملی نمی کنیم، که جسارتی هم به کسی نمی کنیم، بی ادبی هم به ساعت کسی نمی کنیم. برادران غیر شیعه هم معترض ما نیستن، اینا رو میگم که صوت من ضبط بشه 50 سال بعد 100 سال بعد بالاخره خصوصا تاریخ شفاییست بنویسن، بدونن که امروز برادران غیر شیعه با بنده هیچ درگیری هیچ جایی ندارن، هیچ جایی. صدا و سیمای بیچاره هیچ مشکلی برای بیان معارف اهل بیت نداره، منتها 4 تا مثل من به زنگ میزنن تهدیدش میکنن، طرف از ترس اینکه عزل بشه احتیاطش رو زیاد میکنه. ببینید اگه حرف غلط بزنه دعوا درست کنه که اون واضح غلطه، اما صدا و سیما با اینکه معارف اهل بیت بیان کنه، الان میگن 30 سال، بعضی وقتا هم میگن 30 سال نگفتن. من محرم ازون گفت بابا این صدا و سیما مشکل نداره شما بگید. بالاخره اینا باید یه گوشه تاریخ باشه دیگه که ما با کیا طرف بودیم. اگر میلیون ها نفر از این حرفا استقبال میکنن، عزیزانی هم هستن که صبح تا شب تلاششون بر اینه که راجع به معارف اهل بیت بیان نشه، بعدم به اسم حکومت تموم میشه یا به اسم صدا و سیما تموم میشه، در حالی که هیچ کدوم اینا مربوط نیست. اون بیچاره ها کاره ای نیستن. یه جمله عرض کنم سیاسیش کنم،
ادعاویات فضیلت بگه. این شیوه حکومت داری نیست که یه طرحی ولو بهترین طرح، دقیق ترین طرح، دلسوزانه ترین طرح راجب یکی از ضروری ترین نیازهای مردم که فضای مجازی و اینترنت در مجلس بره، با این پیشفرضی که مردم از بعضی از دولت مردان دروغ شنیدن و بنده حق میدن مردم باور نکنن، چون سه تا وزیر گفتن آقا بنزین گرون نمیشه، شد. الان بهترین طرح هم اگر در مجلس بره، دقیق ترین، منصفانه ترین، دلسوزانه ترین، و من میشناسم بعضی از طراحانشو که اینا با تقوان، ولی عموم مردم رو من حق میدم باور نکنن، چون میگن قبلا گفتن نمیشه شد، حالا تو میگی نمیبندیم ولی یهو میبندی. وقتی مردم اینقدر اعصابشون به هم میریزه، ابهام دارن، اول باید، هنوز چیزی هم اجرا نشده فعلا، اول باید ابهام مردم برطرف کرد، یک دو مردم رو همراه کرد بعد اقدام کرد. شیوه حکومت امیرالمومنین این نیست که را بنداز جا بنداز چیزی رو پیش ببره. اگر مردم سالاری دینیه، اقلش اینه که اول شفاف با مردم صحبت کنی، توضیح بدی، بگی میخوام چه بلایی سرتون بیارم، این کارو میخوام بکنم، یا بلا نیست رحمت میخوام سرتون بیارم، توضیح بده، واضحش کن، مردم بفهمن، بعد عمل کنن. میگه یعنی ما مدیریت بر فضای مجازی نکنیم. چرا آقا مدیریت کنید، ولی شما وکیل مردمید. من که نمیتونم بیام دکوراسیون داخل خونه شما رو دست بزنم که، یا من نمیپسندم این مجسمه رو بردار، میگم شما تو خونت این کارو نکن. مسئله ای که برای همه مردم دغدغه است، بغرنجه، توضیح هم نمیدی که شایعات بیرونی هی رو سر مردم سوار شه، سابقه گند بنزینم که دروغ گفته شد به مردم و خلافش عمل شد، باعث میشه مردم اعتماد نکنن. حتی اگر این یکی ها راستگو باشن، اول برادری تو، راستگویی تو، امانتداری تو، دلسوزی تو باید ثابت کنی، بعد یهو یه فشار دیگری به مردم بیاری. ممکنه بگی نمیخوام فشار بیارم، میگم آقا باید تصویر عملت رو در نگاه مردم ببینی، جامعه رو نگران کرد، مردمی که توی تورمی که تو اون اقلامی که ماها باش سر و کار داریم احتمالاً بالای 100%، چون وقتی میخوان تورم حساب کنن، تا مثلا فرض کنیم پیچ و مهره های پتروشیمی هم حساب میکنن، ولی اون چیزی که ما باش ماکارونی و نمیدونم برنج و گوشت و فلان و اینا نگاه کنی، تورم یا مثلا اجاره، تورم اون چیزی نیست که اعلام میشه، این چیزایی که ما باش سر و کار داریم. مردم به اندازه کافی زیر فشار دارن له میشن. با اعصاب مردم بازی نکنید. حکومت، نماینده مجلس، رئیس جمهور نوکر مردمه. درسته که حالا قصدیر بار نمیرن، نوکره، نوکر نسبت به کارفرما باید درست نوکری بکنه، باید درست توضیح بده، از بالای پایین نباید نگاه کنه. خدا انشاءالله به همه ما لطف کنه و انشاءالله آداب و حکومت داری هم به مسئولان ما یاد بده، که وقتی میگیم مردم سالاری دینی، اقل لفظ رو رعایت کنن. ناگهان چیزی ببرن تو مجلس که کسی نمیدونه چیه. به یکی از طراحان طرح گفتن، گفت چرا نخونده حرف میزنید؟ گفتم کجاست؟ گفت هنوز متنش منتشر نشد. تو چیزی که مردم دغدغه دارن باید مردم آدم حساب کرد. شاید این تر بهترین تر باشه، ولی آقا من نمیتونم مادر زنها و مادر شوهرهایی که جنگ درست میکنن تو زندگی بچه هاشون، که اینا شمر و یزید و مثلا فرض کنید که هند جگرخار نیستن که،
دلشون میخواد دلسوزی کنن برای بچهشون گن میزنن تو زندگی بچه، دخالت تو زندگی با باید مردم بفهمن میخواد چی کار کنید، روشن بشن، بعد اعتمادم بکنن. شما که دیدید دروغ گفته شده مردم. خدا انشالله به همه ما کمک کنه و این قدیر رو انشالله آخرین قدیر بدون امام زمان قرار بده، تا انشالله تشریف بیارن فضائل امیرالمومنین رو بیان کنن، بشوره ببره حرفای ما رو. یه صلوات بفرستید.